درود بر شما بینندگان محترم به آوای ایران خوش آمدید در این بسته خبری با دو موضوع مهم با شما عزیزان هستیم آخوند مصطفى محقق داماد توی دهن مجلس و رژیم زد و آبروریزی بین المللی نماینده رژیم نماینده رژیم از عصبانیت و ترس محاکمه خامنه ای جلسه سازمان ملل را به هم ریخت به مردم شریف ایران نوید افکاری <applause> آخوند مصطفی محقق داماد توی دهن مجلس و رژیم زد. در ادامه روند انتقادات تند یک هفته اخیر محقق داماد نسبت به علی خامنهای رژیم و سیاستهایش، وی در یک نشست با حضور رسانه ها به سیم آخر زد و گفت این مجلس هر را از بر تشخیص نمی دهد. این مجلس اصلا نمیفهمد. یک نفر در این مجلس وجود ندارد که بفهمد. مصطفی محقق داما در ادامه گفت در کشوری زندگی می کنیم که پارلمانش تصویب می کند هر کسی نظر مخالف با حاکمیت بدهد ده تا پانزده سال زندان دارد. کره شمالی همینطور نیست. قرآن میگه ان لله هی تعبیر مهمی مال خداست یعنی چه؟ یعنی هیچ وقت مال یک نسل خاصی نیست چه حقی داریم ما نفت کشور خودمون بس... ب... ب... بچه های این نسل مصرف میکنیم عینش رو حق نداریم خلاف شرق نفت باید اینش تبدیل به سرمایه بشه و سرمایش هزینه مصرف کشور بشه چرا برای بر بر های آینده باقی بیمون تمامش از منافع باید مصرف بشه و هیچ کسی رو توجه نداره یه مجلسی است که اصلا هر را حالا آقای دکتر مومنی این مجلس مجلس اصلا نمیفهمه یک نفر توش کسی نیست این چیزا رو بفهمه خیلی عجیبه ها در زمانی ما هستیم آقای دکتر صالحی کشوری دارید شما زندگی میکنید که کنارتون یه جایی هست به نام پارلمان داره تصویب میکنه هر کس هر نظری بده خلاف حاکمیت ده تا پانزده سال زندان داره یه چنین کشوری هستیم من فکر کره شما شاید هم کره شمالی هست اطلاعی ندارم آقای دکتر بهتر میگه به حال اگرم باشه من حرفم زدم به نظر من م... اقتصاددان اقتصاددارای کشور به زبان محلی اگر این ایراد رو بگیرم، بگن شما حق ندارید نفت و بفروشید به قول آقای دکتر خامفر این کارا به دلیل خلاف شد من دارم با زبون حلال حرام حرف میزنم بنده معتقدم عین نفت رو تقسیم کردن و فروختن و پولش رو به اینون دادن حرام 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 این سخنان با واکنش تنده یک نماینده ی مجلس مواجه شد جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده ی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر آیت الله محقق داماد درباره نمایندگان مجلس نوشت فیلمی از محقق داماد دیدم که میگوید یک نفر نیست در این مجلس بفهمد راستش را بخواهید تا آخوند دوریالی مثل شما بخواهد در اقتصاد و سیاست و امور بین المللی و دموکراسی نظر بدهد فهمیدن یا نفهمیدن ما در مجلس چندان فرقی به حال ملت ندارد گذشته همفکران شما در حمله به سفارت یادمان است انتقادات بی پرده محقق داماد در هفته گذشته خونه خامنه ای را به جوش آورده است او در هفته گذشته بارها با اظهاراتی در نقد رژیم مورد توجه خبرگزاری ها قرار گرفته بود از جمله خبرگزاری ایسنا یک هفته قبل به نقل از محقق داماد نوشته بود در یکی از کتابهایم تحت عنوان قوم آنگونه که من دیدم شرایط دوران تحصیلم در قوم را تشریح کردم قوم در زمان مرحوم بروجردی واقعا قوم آکادمیک بود قوم یک شهر کاملا تحصیلی بود نه شهر مقدس بازی و مقدس معابی آنگونه که امروز آقایان میخواهند و چند روز بعد وبسایت خبرگزاری اعتماد به نقل از او تیتر زد جوانان با دین قهر کردند عده زیادی از مسئولان ملبس به لباس روحانیت در کار خود موفق نبودند او که از شاگردان آیت الله منتظری و بهشتی بوده یکی از منتقدین جدی علی خامنه ای محسوب می شود اعتماد در ادامه این مطلب از قول محقق انتقادات وی نسبت به روحانیت و سیاست قصب شده توسط آخوندها را اینطور نوشت بعد از تشکیل جمهوری اسلامی مناسب زیادی را هم لباس های من گرفتند. روحانیت این مناسب را گرفت ولی باید تصدیق و اعتراف کنیم که اده زیادی از متصدیان ملبس به این لباس در کار خود موفق نبودند. عدم موفقیت این قش به نظر من به ضرر اسلام تمام شد و یک حالت گلمندی از اسلام ایجاد شد. در حالی که اگر موفق می توسعه را در کنار دین به درستی پیاده کنیم شاید هیچ وقت چنین حالتی برای این این نسل پیش نمی آمد. او در پاسخ به دستور علی خامنه ای مبنی بر مقابله با فضای مجازی گفته بود تجربه این 78 سال زندگی به من نشان می دهد که این علوم آخرش به تکنولوژی می رسد و بشر این گونه مسائل را طوری حل کرده که تکنولوژی در حال حاضر به چنان شتابی رسیده که نمی شود جلوی این شتاب را گرفت دست از این جهل مقدس و اینکه که هر من به عنوان ولی می گویم درست است بردارید جوانان امروز با دین قهر کردند و یک علت این است که روحانیت می گفت این حرفی که من می زنم حرف خداست اینطور رفتار می کنم حرف خداست حرف دین است. در همین رابطه و تاثیر منفی حاکمیت دینی و استبداد نهلین که حالا صدای آخوندها و روحانیون را هم درآورده مصاحبه ای به تازگی از آخوند هائری شیرازی منتشر شده که در آن اعتراف می کند آخوندها لباسهایشان را از ترس بغچه کردند. آخوند هائری شیرازی در یک مصاحبه به تاریخ 13 تیر 1402 میگوید این دینی هست که چارچوب دین اسلام در آن مراعات نشده و متاسفانه به نام دین دین اسلام هم کارهایشان هم تمام می شود و موجب یک نفرتی از دین شده در جامعه. سال 94 هم در امتحان خبرگان شرکت کردم اجتهادم مهرس شد اما چرا من لباس روحانیت را باید توی این بخچه کنم توی این ساک کنم هم را هم بیاورم چرا؟ به خاطر اینکه مردم نفرت دارند از این لباس من وقتی جرت نمی کنم این لباس را در خیابان بپوشم چرا جلوی دوربین بپوشم؟ هر بلایی سر حاکمیت بیاید سر روحانیت هم میآید من معتقدم 80 درصد به شدت عصبانی هستند از عمل کرده حکومت از سیاست های حکومت توی این صد روزه محسا آثار اون تیر ساچمه که به مردم شلیک شده آثار برخورد های که با این مردم شد در این صد روز مطمئن باشید سالیان سال در نهاد ناخداگاه مردم میماند و نتیجهش نفرت از دین بشه و من نتونم لباس روحانیت بپوشم در جامعه چرا لباس رو توی ساکی بیارم من این تو آوردم نپوشیدم که به شما مردم بگم من روحانی هم مظلوم هستم و از این حکومت متاسفانه به ما هم تجاوز و تعدی میشه که نمیتونیم لباس خودمون رو بپوشیم چرا نمیتونیم بپوشیم چون شما مردم از ما نفرت پیدا میکنید به خاطر که این حکومت یه حکومت دینی از خودش رو حکومت آخوندی معرفی میکنه الان شما میکنید تو این صد روزه محسا آثار اون تیر ساچمهی که مردم شلیک شده آثار برخوردهای خشونت آمیزی که با این مردم شد در این صد روز مطمئن باشید سالیان سال در نهاد ناخداگاه مردم نمید آبروریزی بین المللی نماینده رژیم نماینده رژیم از عصبانیت و ترس محاکمه خامنه ای جلسه سازمان ملل را به هم ریخت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جلسه نیمروز 14 تیر 1402 خود را به بررسی گزارش اولیه و شفاهی هیئت حقیقت یا بین المللی اختصاص داد. سارا حسین حقوقدان بنگلادشی و رئیس هیئت حقیقت یاب در شروع گزارش کوتاه و اجمالی خود خطاب به شورای حقوق بشر دولت‌های عضو و سازمان‌های ناظر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران علی هشدار و درخواستها هنوز هم به نقض گسترده حقوق بشر با اعدام معترضان عقض اعتراف زیر شکنجه و اعمال شدید تبعیض بابت کنار گذاشتن هجاب اجباری ادامه داده و در ماهای اخیر مسمومیت دختران دانش آموزان هم به آن اضافه شده است خانم حسین وعده داده که هیئت حقیقت به تحقیقات خود از جمله درباره دلیل نوع مسمومیت دانش آموزان در ایران ادامه خواهد داد و از جمهوری اسلامی ایران خواست ضمن احترام به حقوق بشری خود با هیئت همکاری کند پس از پایان اظهارات کوتاه رئیس هیئت حقیقت یاب کاظم غریب آبادی معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که زمانی خود در این شورا نماینده دائم جمهوری اسلامی بود سخنرانی کرد و با محتوایی عصبی جمهوری اسلامی را پایبند به حقوق بشر خواند و گفت علی خامنه ای بیشتر معترضان را بخشید و از شورای حقوق بشر گدایه کرد که چرا به اعتراضات فرانسه رسیدگی نمی کند. در فرانسه برخلاف جمهوری اسلامی معترضان با تسلیحات جنگی و مرگبار هدف قرار نگرفتند و پلیس این کشور همانند ماموران مسلح رژیم ایران معترضان را هدف گلوله قرار ندادند. قریب آبادی پس از سخنرانی خود که اعتراضات را به تحریک خارجی و یک شبکی تلویزیونی خارج از کشور نسبت داد، سالن را ترک کرد و جای خود را به مامور دیگری از جمهوری اسلامی داد که تا پایان نشست تلاش می‌کرد از راه طرح اعتراض وقت جلسه را بگیرد و نظم نشست را برهم بزند. نماینده جمهوری اسلامی در نشست دست کم پنج بار با قطع سخنرانی نمایندگان کشورها به استفاده از واژه رژیم برای اشاره به جمهوری اسلامی انتقاد کرد و آن را غیر معدبانه خواند. ونزوئلا، روسیه و زیمبابوه هم هر کدام دست کم یک بار اقدام مشترکی به نفع حکومت ایران انجام دادند. نماینده جمهوری اسلامی جلسه را تهدید کرد که هر بار نماینده از کلمه رژیم استفاده کند، اعتراض خواهد کرد تا اینکه رئیس جلسه اعلام کرد استفاده از کلمه رژیم پیش از این هم در جلسات شورا سابقه داشته است و خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت دیگر اجازه طرح اعتراض و به هم زدن نظم جلسه را نمی دهد. با این همه نماینده جمهوری اسلامی دست کم دو بار پس از این سخنرانی نمایندگان دیگر کشورها را رد کرد که یکی از آنها نماینده اوکراین بود که از ارسال سلاح به روسیه با هدف استفاده علیه مردم اوکراین از حکومت ایران انتقاد می کرد. سخنرانی نماینده اوکراین مشترکا توسط نماینده ی حکومت ایران و نماینده روسیه قطع شد اقدامات ایران و کشورهای حامی آن باعث شدند که با به هم ریختن زمان محاسبه شده جلسه حدود نیم ساعت بیشتر طول بکشد همراهان عزیز و گران قدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم فراموش نکنید دیدگاهتون رو در ارتباط با مسائل و اتفاقات روز با ما به اشتراک بگذارید همچنین با لایک کردن این ویدیو یاری رسانه تیم خبری ما باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران